سال تقریبا میتونم بگم 20 21 سال پیش بود، حالا اگر حافظم درست یاری بکنه. اولین بار که من خلیفه رحیم رو دیدم، اومده بودن برای جشنواره فجر، گفته بودم خدمتون، داستان مال شاید 25-6 سال پیش حداقل باشه. یه گروه رباب آورده بودن و دو تا تبلا. اولین بار من اونجا دیدمشون. بعد که دیگه فکر میکنم سال 2003 بود که راست با من گفتش که اگه میتونم استاد خوشنواز رو پیدا بکنم. و سال 2004 اولین سمینار بود که استاد خوشنواز تونست، یعنی با هم رفتیم، از ایران رفتیم یونان، همون خودتسی برای چیز. میگم منم افتخارش داشتم، خیلی نغمه ها و آوازه رو عرض کنم که دست بسیار پاک و شیرینی. بله بله، زبان موسیقی خیلی وقتا هستش که خیلی ها میان سر کلاس ها توضیح میده، یعنی دائم در حال توضیح دادن هستن، به چند تا زبان مسلطن. این میگم چون من اونجا بودم سر کلاسشون، من هر از گاهی میرفتم میگفتن بیا بشین ساز بزنیم با هم دیگه. خیلی جالبه. میگفتن که یعنی ساکت میشست، هیچی نه، حرف نمیزد، ساکت ساکت فقط ساز میزد. جلسه شاید بهتون بگم سال اول 10-12 نفر اومدن، ولی از سالهای بعد 20 نفر 30 نفر آدم که حتی زبون صحبت نمی کردن، یعنی هیچ ارتباط کلامی برقرار نمی شد، ولی همه یاد می گرفتن. عجیب ترین چیزی که من به زندگی دیدم همین بود، یعنی خوشنواز فارسی صحبت می کردن. خیلی عجیب بود برام. و خب متاسفانه از دستم رفتن چند سال بعدش دیگه. آه دیگه بله. استاد خوشنواز با فولکلور، با نواختن فولک، فولک آهنگای هراتی، آهنگای خراسانی و حتی آهنگای ایرانی فعلی که هست، با همه مسلط بود. بسیار زیبا می نواختن، بسیار خوب می نواختن.